جامعه جهانی چگونه میتواند به نقض حقوق مردم ایران واکنش نشان دهد؟ کار هیئت حقیقت یا به کجا رسیده و گام‌های بعدی چه میتواند باشد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به رأی می‌گذارد. کارشناسان پیشنویس این قطعنامه را در محکومیت حقوق بشری جمهوری اسلامی قوی ارزیابی می‌کنند. شورای حقوق بشر همچنین در این قطعنامه درباره تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، تصمیم می‌گیرد. دو هفته پیش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش شفاهی خود گفت ابعاد گسترده سرکوب به دست جمهوری اسلامی میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. در این برنامه چشم‌انداز به نقض حقوق ایرانیان و نقش جامعه جهانی در جلوگیری از سرکوب بیشتر مردم میپردازیم. سه مهمان داریم: رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، و محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. آقای امیر مقدم، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. امروز قراره که با توجه به صحبت‌هایی که بود در روز سه‌شنبه رأی‌گیری درباره چی هست به طور مشخص؟ بله، درود بر شما و به میمانان و به بینندگان برنامه. ببینید، همونطور که شما هم در آغاز برنامه اشاره کردید، این قطعنامه در واقع هر سال به رأی گذاشته میشه که یک قسمت مهمش برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هست. همونطور که میدونیم تعداد بسیار معدودی کشور در دنیا هستند که یک گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر براشون تعیین شده و این هر سال باید تمدید بشه با رأی گیری. از طرف دیگه یک سری در واقع توصیه ها معمولا در این قطعنامه هست که امسال من فکر میکنم که از لحاظ میشه گفت که از لحاظ عمق این قطعنامه خیلی قوی تر هست، چون اشاره میکنه و در واقع خواستار تغییرات بنیادین هست. حالا درسته که این خواسته رو از جمهوری اسلامی مطرح میکنند، ولی نشون میده که موضعشون به نظر من فرق کرده تا سالهای گذشته که بیشتر ابراز نگرانی و شاید محکومیت بود، ولی امسال مثلا میخوان که سیستم قضایی به طور کلی تغییر کنه، یک قوه قضایی مستقل میخوان، مکانیزم های پاسخگویی میخوان و من فکر میکنم که این از این لحاظ مهمتره این قطعنامه امسال. اشاره کردید به قوه قضایی مستقل. خانم برومت، شما دهه هاست که دارید در مورد حقوق بشر در ایران دارید بررسی میکنید. اگر خودم رو قرار بشه بذارم جای یکی از مخاطبان برنامه که در ایران نشسته و خب از اون کسایی است که آزار دیده، دستگیر شده، شکنجه شده، عزیزانش رو از دست داده، دادخواهه، و یا یک فردی که خب در جامعه است و همه این اتفاقهای 40 ساله جامعه رو به چشم دیده، از نظر اون اگر بخوایم بپرسیم واقعا چه اهمیتی داره که الان حقوق بشر اینطوری داره بهش نگاه میکنه؟ قوه قضاییه مستقل هیچ وقت تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه تشکیل نمیشه، چون روال 40 ساله گذشته 44 ساله گذشته این بوده. توضیح این چیه در سازوکار بین المللی و حقوق بشری؟ صدای شما رو من ندارم. اگر خیلی ممنون، با سلام به مدعوینتون و بینندگانتون. الان شما دو تا موضوع اینجا مطرح کردین که یکی امکان بهبوده و یکی سوال دومتون. من در واقع یک سوال دارم. تا وقتی جمهوری اسلامی هست هیچ کدوم از این راهکارهایی که پیشنهاد میشه انجام نمیشه، اتفاق نمیفته و سازمان ملل یک سازمان بین دولتیه. انتظار چی دارن؟
خب درسته، ولی متخصصینی که در مورد حقوق بشر کار میکنن متخصصینی هستن که خارج از سازمان ملل هستن و مستقلن از سازمان ملل و حقوق هم نمیگیرن از سازمان ملل، یعنی گزارشگر ویژه استاد دانشگاه و حقوق از سازمان ملل نمیگیره. همکارانش ممکنه بعضیاشون کارمند باشن. در حال مسئله اصلی اینه که اینجا دو تا موضوع هست. الان شما نسبت به تغییر، بله اگر که فکر کنیم که به خاطر بیانیه‌های سازمان ملل و فعالیت‌های سازمان ملل ایران یک دموکراسی بشه و حکومت قانون در ایران مستقر بشه، این اتفاق نخواهد افتاد. حالا داریم صحبت می‌کنیم، من یه خواهش هم می‌کنم یه ذره بیاین که توی کادر ببینیم شما رو، نصف صورتتون بیرون اینوری. بله مرسی، خیلی ممنون، بفرمایید. ببخشید من امروز مریضم، خیلی حواسی ندارم. خیلی متاسفم که حالتون بده. خیلی ممنون که با حال بعدتون تشریف آوردید. خواهش میکنم، وظیفه هست دیگه. مرسی. مسئله اینه که شما میتونید انتخاب کنید، لازم نیست ما انتخاب کنیم بین همه چی و هیچ چیز. شما به خاطر این فعالیت ها در طول این 40 سال به هر حال یه وقتی بود که ما هیچ کس وکیل نداشت و همه بعد از دادگاهشون بدون تجدید نظر اعدام شدن همون شب. الان وضعیت تفاوت کرده. شما ببینید بعد از خرداد 60 چند نفر اعدام کردن، معلوم نبود برای چی، اصلا اسماشون هم نمیدونستن حتی. خب نمیشه گفت پیشرفت نشده. اگر که این فعالیت ها نباشه وضع فقط بدتر میشه و معجزه ای نیست، ولی در خیلی از موارد حتی یک مسائل حقوقی هم تغییراتی شده در قانون که یک کمی بهتر شده. و بازم میگم این دلیل نیست که ما معجزه ببینیم، ولی خب قانون مواد مخدر مثلا اصلاح شد، چندین هزار نفر اعدام نشدن. آیا قانون مواد مخدر خوبه؟ نه، برای اینکه اصلا کسی نباید اعدام بشه برای این جرم، اما چندین هزار نفر، چندین هزار خانواده بی سرپرست نشدن. بنابراین اگه از من بپرسین بین این هیچی و یک کمی، من یک کمی رو انتخاب میکنم. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم بحرینی. شما در همین مورد صحبتی دارید یا اینکه من برم سراغ ادامه همین سوال؟ فکر میکنم ادامه سوالتون رو بپرسیم. بسیار خوب، ببینید حالا اگر در نظر بگیریم، خانم برومند دارن میگن که یک به نوعی خودش پیشرفته، برگردیم به خیزش انقلابی مردم و قبل از اون، در این بازه شما شاهد چه تغییری هستید در رویکرد نهادهای بین المللی؟ برای اولین بار صدای مردم ایران شنیده شد. اصلا همین تشکیل کمیته حقیقت یا همین اتفاقی که در سازمان ملل اومده تحت تاثیر فریادهای مردم در خیابان‌های ایران و تحت تاثیر اون صدایی که در خارج به گوش دولت‌ها و سازمان‌ها رسید، این تغییر چقدر جدیه، عمق دامنش چقدره و چقدر میتونه مؤثر باشه در نگه داشتن این موقعیت در دنیا؟ این تغییر همطور که شما گفتین واقعا بی سابقه، جدی و عمیقه و برای ما که سالها در جریان نشست‌های حقوق بشر شورای حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی فعال بودیم، رویکرد دیپلمات‌هایی که ما با اونها صحبت می‌کردیم بسیار متفاوت بود و مشخص بود که بسیاری از اونها قلباً و شخصاً هم تحت تاثیر شجاعت بی‌نظیر معترضان که در صدر اولشون زنان و کودکان هم بودن قرار گرفته بودن و همینطور دادخواهی خانواده هایی که عزیزانشون از دست داده بودن برای اونها هم بسیار تکون دهنده بود و در واقع برای اولین بار بود که ما نیازی به قانع کردن بسیاری از کشورها نداشتیم و اونها همراه بودن و این ضرورت که باید یک اقدام با معنا در سطح سازمان ملل در حمایت از معترضان و در اعتراض به این سرکوب خونین صورت بگیره رو، این نگاه رو داشتن. و البته این رو هم باید اضافه بکنم که طولانی بودن اعتراضات و ماندگاری اعتراضات، اینکه مردم با وجود سرکوب خونین به اعتراضات برای مدت چند ماه ادامه دادن بسیار مؤثر بود. در هفته های اول با وجود اینکه کشتار بسیار هولناک بود و در واقع از همون روزهای اول دولت ها باید به وظیفشون عمل میکردن و نشست ویژه میگذاشتن، نکردن این کارو و در بعضی از جلسات از ما میپرسیدن که به نظر شما اعتراضات ادامه خواهد یافت یا نه.
که این سوال اصلا کاملا سوال بی جایی بود، به خاطر اینکه وقتی مردم زیر گلوله بودن مهم نبود که اعتراضات آیا توان ادامه پیدا کردن برای چند هفته یا چند ماه رو خواهد داشت یا نه، اونها باید به وظیفه‌شون عمل میکردن. ولی میشه تصور کرد که اگر مثل دوره آبان 98 اعتراضات به سرعت پایان یافته بود، ما این واکنش رو از جامعه بین‌المللی نمیدیدیم. ولی با گذشت چند ماه در آبان ماه دیگه کاملا غیر ممکن بود با فشار جهانی، با اعتراضاتی که دائم از سوی سازمان‌های حقوق بشر می‌شد، مستندسازی‌های مداوم ما، تجمعاتی که ایرانیان خارج کشور می‌گذاشتن، مجموعه این عوامل به هم دست داد که وجدان جامعه جهانی تکون بخوره و ما با یک اراده قوی‌تر برای تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب روبرو بشیم. و بنابراین خواسته جامعه بین‌المللی فقط توصیه بی اثر به مقامات جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات نباشه و یک بار برای همیشه این اصل رو همراه با ما بپذیرن که مدت‌ها روی اون دست گذاشته بودیم که جمهوری اسلامی هیچ اراده‌ای برای انجام تحقیقات مستقل نداره، قوه قضاییه‌اش بازوی سرکوب نه مرجع دادخواهی، و بنابراین یک نهاد بین‌المللی باید وظیفه تحقیق و جمع آوری شواهد و اسناد رو به عهده بگیره. از همین کمیته حقیقتی‌ها بیشتر بشنویم. آقای امیر مقدم، چند وقت داره می‌گذره از تشکیل این کمیته؟ الان در چه مرحله‌ای هست؟ چیکار داره می‌کنه؟ چیزی منتشر شده از فعالیتاش؟ ببینید، حالا در ادامه صحبت خانم بحرینی، منم فکر میکنم که در واقع تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب شاید بزرگترین دستاورد انقلاب در واقع این جنبش زن زندگی آزادی بود در صحنه بین‌المللی، چون برای اولین بار کشورهای عضو شورای حقوق بشر در واقع تعهد دادند که یک گام عملی بردارند و این براشون هزینه داره، در واقع بهشون تحمیل شد. تا اونجایی که من اطلاع دارم در مورد کمیته حقیقت یا اون موقعی که تشکیل شد، خب یک بودجه اختصاص دادن برای این کمیته که حدود مثلا شاید 20 میلیون دلار باشه و بعد قرار بود که اعضای این کمیته رو انتخاب کنند، در واقع استخدام کنند، که حدود 18 نفر علاوه بر رؤسای این کمیته هستند که تا اونجایی که من اطلاع دارم این پروسه استخدام به پایان رسیده یا در حال به پایان رسیدن و به زودی کارشون رو شروع خواهند کرد. خب گزارشی که قرار ببخشید یه لحظه، در همین مرحله، یعنی هنوز به مرحله جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات و اینها نرسیدن یا نه اون در کنار این در جریان هست؟ خب شاید کارهایی کرده باشن، یعنی که من فکر میکنم که کمیته حقیقت‌یاب با بسیاری از نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران و بقیه نهادها در تماس بوده و اطلاعات جمع‌آوری کرده، ولی اون تیم پژوهشگران و کارشناسان و کسانی که در واقع مشاورین، من فکر میکنم که یا اخیراً یا همین در واقع همین روزهاست که قرار کامل شه و بعد گزارشی که ارائه در واقع گزارش نهاییشون رو یک سال بعد ارائه میدن به شورای حقوق بشر. و بعد هم خب نکته مهم اینه که این کمیته علاوه بر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، در واقع روی ناقضین حقوق بشر هم کار میکنه و شناسایی اونها. ناقضین حقوق بشر یعنی نهادها یا افراد؟ هم نهادها هم افراد، یعنی همه کسانی که در موارد نقض جدی حقوق بشر شرکت داشتند، یعنی اونها رو هم شناسایی میکنند و در وهله بعد در واقع مستندات این کمیته میتونه به دادگاه های کیفری هم بیانجامه. بسیار. خانم برومند، اشاره کردم به نهادها و افراد، همین الان من میبینم که در رسانه های مختلف دارن راجع به قاضی های مختلفی که دست دارن در سرکوب، دست دارن در متهم کردن کسانی که در زندان هستند، اطلاعاتی میاد بیرون در مورد اشخاص میاد. اما اگر نهادی بخوایم نگاه بکنیم، سپاه پاسداران بزرگترین و گسترده ترین نهاد سرکوب در ایرانه، یعنی در جنبه های مختلف، در عرصه های مختلف، در دوره های زمانی مختلف سپاه پاسداران پشت یک بخش زیادی از سرکوب بوده. صحبتش بود در مورد اینکه سپاه پاسداران تروریستی اعلام بشه، اما الان به نظر میرسه که این در بین
سازمان‌های مختلف یا کشورهای مختلف دیگه خیلی مطرح نیست. خود شما چی فکر می‌کنید؟ و اگه واقعا اراده‌ای باشه فکر می‌کنید یک همچین گزارشی بتونه این رو مطرح بکنه که یه فکتی است که جامعه ایران باش رو به روه؟ باز صدای شما نیست. صداتون رو نداریم. توضیح کوتاه بدم راجع به کمیسیون حقیقت‌یاب که اون بودجه خیلی کمتریه در واقع و بنابراین فکر می‌کنم که همکاری مردم برای مطلع ساختن اعضای این کمیسیون خیلی مهمه، مخصوصا که فارسی زبان هم توشون تعدادشون زیاد نیست. این که فارسی زبان تعدادش زیاد نیست چه تغییری در مسئله ایجاد می‌کنه؟ خب برای اینکه استقلال تحقیق محققین رو کم میکنه، یعنی که اونها رو بیشتر وابسته میکنه به سازمانهای حقوق بشر ایرانی که اونها مستقیما با قربانیان در تماسن و با شهود در تماسن، مترجم هم دارن البته. به هر حال میخوام بگم که این وضعیت کمیسیون تحقیق یا این هیئت تحقیق به هر حال مسئولیت هم ما رو هم مردم رو داخل کشور بیشتر میکنه از نظر اطلاع رسانی، از نظر سپاه. خب این هیئت، این گزارش یک سری توصیه ها هم خواهد داشت، یعنی که اگر که اطلاع، برای اینکه شما کلی میتونید بگین که خب بله اینا سپاهن، اینا لباسشون اینجوریه، اینا از فلان جا اومدن، ولی خب اطلاعات دقیق برای اینها خیلی مهمه، یعنی که این که کی به کی دستور میده، مردم، افرادی که سرکوب میکنن آیا میشناسن یا نه، و اینها به کدوم نهاد وابستن، و بعد ساختار جمهوری اسلامی که چجوری دستور از کجا میاد و تصمیم گیرنده ها کی هستن، اینها همه برای این محققین و متخصصین این نهاد اهمیت خواهند داشت برای اینکه توصیه هایی بکنن. حالا این که الان راجب گذاشتن سپاه در لیست تروریسم صحبت کمتر میشه یا بیشتر میشه، به هر حال هر چقدر که این افراد و این تحقیقات بر مبتنی باشن بر اطلاعات دقیق و اطلاعات مهم در مورد نقش سپاه، شانس این که اینها توصیهشون به هر حال یک تنبیهی باشه یا پاسخگویی باشه برای سپاه بیشتر خواهد بود. بسیار خوب. خانم بحرینی، به نظر شما چه عواملی میتونه مؤثر باشه در اینکه نهادهای درگیر در سرکوب در جامعه بین الملل با مجازاتی که حالا در خور جنایاتی است که انجام میدن روبرو بشن؟ همین الان امروز 40مین روز اعتصاب غذای وحید بهشتی است، یک ایرانی که بریتانیایی هست و روبروی وزارت خارجه، 40 روز مداومه در این هوای سرد، خود شما دیگه در لندن هستید میدونید، اونجا نشسته در اعتصاب غذاست و به رغم حالا بازدیدهای کم و بیشی که انجام شده، ولی به نظرتون اصلا اراده‌ای در بین دولت‌های اروپایی وجود داره برای اینکه این رو حاضر باشن بفهمن، اگر بپذیرن اقدامی انجام بدن، و یا سازمانی مثل سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل میتونه کاری بکنه در این زمینه که این حقیقت رو برجسته‌تر بکنه، دولت‌ها رو بهش نزدیک بکنه، به اینکه یک مجازاتی در نظر بگیرن برای نهادهای سرکوب؟ قبل از پاسخ به سوال شما، من همدلی و همراهی خودم رو ابراز میکنم با هم ایشون که در حال اعتصاب غذای طولانی هستن، هم همه کسانی که از جان و سلامتشون مایه میذارن برای ساختن یک آینده انسانی در ایران. در رابطه با سوالی که مطرح کردین، فکر میکنم اگر ما به راهکارهای دادخواهی فکر بکنیم و اینکه چه مسیر طولانی هستن، بهتر میتونیم اون وقت اهمیت این نهادهای مثل کمیسیون حقیقت‌یاب رو متوجه بشیم. در واقع ما یک مجرای دادخواهیمون در آینده خیلی دور، یا شاید نه چندان دور، ولی در داخل ایران خواهد بود به کمک سازمان ملل، روزی که یک قوه قضاییه و دادستانی منصفانه در خود ایران تشکیل بشه، در صورت نبودن جمهوری اسلامی یا در صورت حضور در صورتی که در واقع ما با یک تحول اساسی روبرو بشیم. در اون مقطع به دلیل حجم گسترده جنایت بسیار مهمه که از قبل پرونده ها تا حد ممکن
در واقع تشکیل شده باشه، جنایات ثبت شده باشه و در واقع یه مبنایی وجود داشته باشه برای اینکه بشه به این کار با سرعت بیشتری رسیدگی کرد، به خاطر اون داغ و خشم شدیدی که در جامعه وجود داره. تا زمانی که اون امکان فراهم نباشه، در واقع تنها راه موجود برای پاسخگو کردن این نهادهای جنایتی که شما بهشون اشاره کردی، نهادهای جنایتکار و افراد جنایتکار، اینه که اگر در یکی از حوزه‌های قضایی کشورهای اروپایی پا بگذارند، ما به اندازه کافی شواهد و اسناد آماده در دست داشته باشیم که به سرعت بتونیم به دادستان‌ها بدیم و بر اساس اون حکم جهت دریافت بکنیم. در این نوع پرونده‌ها که مبتنی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، از دست ندادن وقت بسیار مهمه و برای همین هم در واقع سازمان‌های حقوق بشری و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب خیلی کمک می‌کنن به این که از اون فوت وقت جلوگیری بکنن. به علاوه فوت وقت، ببخشید، بله، منظورتون از فوت وقت چیه؟ منظور اینه که تا درست همون موقعی که اون فرد در حوزه جغرافیایی هست، بشه دادستانی و پلیس اون کشور رو قانع کرد که به اندازه کافی شواهد و مدارکی علیه اون مظنون وجود داره که بشه اون رو دستگیر کرد. و این اگر اون مستندسازی صورت نگرفته باشه از قبل، این کار بسیار دشواریه و ممکنه ما اون فرصت رو از دست بدیم و اون فرد مظنون کشور رو ترک بکنه. یک کار دیگه هم که ما دیدیم در اثر این کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهای دیگه افتاده اینه که این کمیسیون‌ها علاوه بر تهیه گزارش و ارائه اون به جامعه جهانی که از نظر سیاسی مهمه، موظف هستن که یک سیستم و زیربنایی رو تأسیس بکنن برای جمع‌آوری شواهد و مدارک و شناسایی عاملان و بعد رایزنی‌های محرمانه با دادستانی‌های کشورهای مختلف که در واقع به نوعی دادستانی‌های این کشورها رو تعقیب بکنن که پیش یعنی قبل از ورود مثلا این یک جنایتکار به طور اتفاقی، افراد رو شناسایی بکنن، براشون پرونده تشکیل بدن، یا شاید در مواقع بشه حتی اونها رو ترغیب کرد که حکم جلب از قبل بدون حتی ورود فرد صادر بکنن. این البته مورد استثنایی خواهد بود، ولی تلاش ما باید این باشه که در واقع بتونیم عاملان و آمران رو شناسایی بکنیم، به دادستانی ها اسامیشون رو بدیم، پرونده هاشون رو تا حد ممکن بسازیم و اونها رو ترغیب کنیم. خب این سازوکارش چطوریه خانم بحرینی؟ یعنی این چه جوری قراره که اتفاق بیفته؟ فرض کنیم کسی با امنستی اینترنشنال تماس میگیره با عفو بین الملل و میگه که خیلی خوب من اطلاعاتی دارم در مورد یک آدمی که داره میاد بیرون. خیلی از اینها با پاسپورت ها و نام های دیگه میان، یعنی به اسم خودشون حتی نمیان. دقیقا این سازوکاریه که یک راه حل واضح و مستقیم وجود نداره. در واقع شما به طور دائم تلاش میکنید که اسامی کسانی که مثلا مردم و عفو بین الملل تماس میگیرن، با کمیسیون حقیقت‌یاب تماس میگیرن، ما همیشه تلاش میکنیم که حداکثر اطلاعاتی که میتونیم رو در مورد اون گزارش به دست بیاریم، ثبت بکنیم، ذخیره بکنیم، در کنار سایر داده ها قرار بدیم، مطمئن بشیم که اطلاعات شاهد میمونه و بعداً باید در کنار اول گزارش هایی تنظیم کرد که این نقض حقوق بشر مصداق چه جرایمیه و به همین دلیلم الان این کمیسیون حقیقت یا بسیار مهمه، چون این کار بسیار سنگینیه. یعنی سازمان های حقوق بشری که دائما در حال جمع‌آوری و مستندسازی هستند، بسیار مواقع منابع رایزنی با دادستان ها رو هم ندارن و الان این کمیسیون حقیقتیاب یا این ماموریت حقیقتیاب میتونه به نوعی این مسیر خیلی دشوار و پرسنگلاخ دادخواهی رو هموارتر بکنه. ولی باید همونطور که خانم برومند هم تاکید کردن، انتظار معجزه نداشته باشیم. یعنی کار حقوق بشری، کار مستندسازی و دادخواهی بسیار راه طولانیه و در واقع همونطور که همیشه میگن یه دو استقامته، ولی نباید ناامید شد و نباید هیچ کدوم از این فرصت‌ها برای ثبت جنایت و شناسایی عاملان رو از دست داد. خانم برومند اشاره کردن به اینکه فارسی زبان کم دارن در این گروه ها و پیشتر از این هم شاهد بودیم که نفوذ نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، لابیست های جمهوری اسلامی، در اصطلاح ابولوژیست ها، حتی کسایی هستن که در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی لابی میکنن، چون سازمان های مختلف رخ نمیکنن، اطلاعات اشتباه میدن، دفاع های نادرست میکنن، حقایق رو وارونه جلوه میدن. چطور میشه مطمئن شد که سازوکار یک همچین سازمانهایی به دور از همچین نفوذی میمونه؟ نظر آقای امیر مقدم رو هم در همین باره میخوام بدونم. شما پاسختون چیه خانم بحرینی؟ در رابطه با کمیسیون حقیقت‌یاب، به هر حال این پروسه استخدام
محققان مطابق اصول سازمان ملل صورت میگیره و اونها موظف هستند که اصول بیطرفی و غیر جانبداری رو حفظ بکنن و مسئولیت بسیار سنگینی رو از نظر سیاسی و حتی شاید حقوقی بپردازن اگر که این اصول بیطرفی و تخصصی در انجام این تحقیق رعایت نشه. سه کارشناسی هم که برای این کار انتخاب شدن در مجموع از سابقه روشنی برخوردار هستند و افراد متخصص و متعهد و دلسوزی هستن، بنابراین ما امیدواریم که به طور تخصصی این کار پیش بره و با توجه به اینکه کار گزارشگری ویژه ایران هم در طول این سالیان گذشته همواره قوی تر شده و آخرین گزارشش هم از وقوع جنایت علیه بشریت صحبت میکنه، بنابراین این نگرانی برای ما در حال حاضر مطرح نیست که ما با یک پروژه مخفی کاری این ابعاد گسترده جنایت روبرو باشیم. بسیار خوب آقای امیر مقدم، اگر توضیح اضافه دارید بشنویم، مگر نه که من برم سراغ محور شما. فکر شما هم نظر هستید، میدیدم سر تکون میدید. بله بله، و من واقعا فکر نمی کنم که این مسئله زبان مشکلی باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس اگر اجازه بدید بریم سر محور، بفرمایید خانم. من میخوام تاکیدم بکنم که به هر حال همونجور که خانم بحرینی گفتن، این حقوقدانایی که مسئول این کمیسیون الان هستن آدمایی با تجربه ای هستن که هم نقض حقوق بشر رو خوب میدونن و هم دنیای اسلام، کشورهای که اکثریتشون مسلمان هستن. پس چی شما رو نگاه میکرد، نگران کرد که بحث فارسی زبان نداشتن رو مطرح کردین؟ گفتین خب نه، برای اینکه مدت کالشون کوتاه و در یک سال برای به دلیل اینکه دسترسی به کشور نیست و اینها نمیتونن وارد کشور بشن و به راحتی تحقیقاتشون رو بکنن، فقط اخلال در وقت میکنه. یعنی که این نیست که نذاره اینا تحقیقاتشون رو بکنن، ولی تحقیقاتشون مشکل تر میشه. ولی با این حال به هر حال از نظر نهادهای حقوق بشری ایران نسبت به خیلی از کشورها قوی تر هستن، تعدادشون بیشتره و کارشون مورد قبوله. بنابراین اینها همه با هم مسئله نداشتن زبان رو خیلی حل میکنه، ولی خب یه واقعیتیه که نباید ازش گذشت. خیلی متشکرم آقای امیر مقدم. سازوکار تماس با کمیته حقیقتیاب رو پیشتر در این برنامه پرسیدیم، ولی باز هم یک بار دیگه لطفا توضیح بدید برای اونهایی که ممکنه پیشتر ندیده باشن، مردم چطور میتونن با این کمیته حقیقتیاب تماس بگیرن؟ مردمی که با شما در تماس بودن، تحقیقاتی که خود شما داشتید چطور، یا سازمان های دیگه که مثل خانم بحرینی هستن، خانم برومند هستن، انجام شده، چطور به این شورا انتقال داده میشه؟ سازوکاری که پیش بینی شده چیه؟ ببینید در حال حاضر این کمیسیون حقیقتیاب در واقع یک راه تماس منتشر کرده، در یک از طریق ایمیل هست که یک فرم هم دارن به زبان فارسی که خب اونو توی لینک ها من فکر میکنم که همه ما میتونیم بذاریم روی سایت هامون، روی شبکه های اجتماعی. الان کجا هست اون سایت، اون لینک؟ در صفحه خود سازمان حقوق بشر هست. سازمان حقوق بشر میگم، سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب. بله بله، ولی بله خب اونم در واقع یک ایمیل هست و راه های فرستادن ایمیل های در واقع از طرق ایمنی اونجا توضیح داده شده به زبان فارسی. ولی خب این یک راهه. یک راه دیگه هم تماس با نهادهای حقوق بشری خارج کشور هست، نهادهایی که اینجا هستند، نهادهایی که اینجا نیستند، که ما هم میتونیم کمک کنیم که اونها رو وصل کنیم. چطوری میتونیم کمک کنیم؟ اگه ممکنه یکم واضح تر بگید. اینو برای میگم که هنوز ما در ایران خیلی ها رو داریم که هنوز در زندان هستند. این سر و صدای بزرگ افکیش رو هنوز معلوم نیست چند نفر دیگه در زندانند. کسانی مثلا توماج صالحی که الان ماهاست در انفرادیه، از یک سری ها که حتی براشون احکام محاربه صادر شده بود هنوز خبری نداریم. ارزیابی ها خب جامعه‌ای که باش روبرویم خیلی بزرگه و این خانواده ها هم از جانب جمهوری اسلامی تهدید میشن که اگر فرض کنیم فرزند اونها رو کشتند، اعلام نکنن که فرزندشون به دست جمهوری اسلامی کشته شده، که شما خیلی بهتر از من میدونید موارد خیلی زیادی رو که وجود داره. و از سوی دیگر
خیلی تهدید میشن این خانواده ها که اگر یه فرزندتون رو کشتیم بچه های دیگرتون هم ما میکشیم، باید ساکت باشین. و در این حال سازوکار روشن و مشخصی هم وجود نداره. فرض کنیم یه خانواده هست که انگلیسی نمیدونه، یه خانواده هست که پیدا کردن اون وبسایت رو نمیتونه انجام بده، چطور باید با آدم های گسترده تری کانال زد؟ بله، نه کاملا حرف شما درسته. یعنی ما خود ما هم که در ارتباط با مثلا تعداد جانباختگان این اعتراضات کار کردیم، میدونیم که بسیاری از خانواده ها تحت فشار شدید هستند و امکان دسترسی مستقیم به منابع مستقیم خیلی سخت‌تر شده، ولی امکان پذیر هست. ما تونستیم با این وجود گزارشاتی رو، مستنداتی رو در واقع در اختیار داشته باشیم که کمیسیون حقیقت‌یاب میتونه ازشون استفاده کنه. به همین شکل مسئله انگلیسی بلد نبودن کاملا درسته. حالا این در واقع وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه که تا اونجایی که میتونیم به بهترین وجه این اطلاعات رو به همه مردم برسونیم. حالا و من فکر میکنم که این تجربه حداقل 12 سال گذشته با گزارشگری ویژه کمک کرده که هم تجربه ما بیشتر شه، هم مردم در داخل ایران خیلی حساس‌ترن به مستندسازی. ببینید تعداد ویدیوهایی که منتشر میشه، عکس‌هایی که میگیرند، وقتی که ما ازشون اطلاعات میخوایم، اطلاعات دقیقی که در دست دارند و میدن، این خب خیلی مهمه. در مورد مستندسازی من فکر میکنم که حالا خانواده ها میتونن بدون اینکه شهادتشون علنی بشه این اطلاعات رو برسونند، یا مستقیم به اونها یا از طریق نهادهای حقوق بشری، و نگران این نباشند که اسمشون جایی منتشر شه. ولی خب میدونیم با حکومتی سر و کار داریم که هر کار میکنه که مردم رو بترسونه که همکاری نکنند، چون میدونه که اگه تمامی ابعاد این جنایات مشخص شه، خب براشون خیلی بدتره، هزینه بسیار سنگین تری باید بپردازن. خانم برومند، مردم چطور میتونن این فشار خودشون رو تحمیل بکنند به سازوکارهای بین المللی که وجود داره؟ چطور میتونن مطمئن بشن صداشون حتما همه جا شنیده میشه؟ با همه موانعی که برشمردیم، با همه محدودیت هایی که وجود داره، جامعه ایرانی بیرون از کشور چی کار میتونه بکنه؟ این تلاشه چطور میتونه همگن باشه، همدل باشه، زنجیروار پیش بره؟ بازم مایکتون بسته است. این تلاش ها خب همینجور که گفتید آسون نیست، ولی چیزی که واضحه اینه که اگر جامعه بین المللی عکس العمل نشون میده، به خاطر اینه که اطلاعات به دستشون میرسه. شما الان مقایسه کنید مثلا با خرداد 60 یا حتی سال آبان 98 یا دی 96 یا تعداد زیادی اعتراضاتی که به خشونت کشیده شد ولی هیچ کس اصلا ازشون خبر نداره. به هر حال برای هر چیزی یه بهایی هست، فقط باید سعی کرد که این بها رو حداقل کرد. ولی اگر که جامعه بین المللی اطلاعاتی که شاهدهای عینی دارن رو به دستش برسه، فیلم، ویدیو، همه این چیزا، به هر حال و یک سری هم فعالیت‌های در خارج از صحنه سازمان ملل باشه که افکار عمومی بین المللی رو جلوی فراموش کردن این وقایع رو بگیره، که من فکر میکنم تا حالا نسبتاً خوب بوده این فعالیت ها و خیلی مهمه، برای اینکه بار اوله که جامعه بین المللی و نه فقط کشورهای غربی بلکه در کشورهای در سراسر جهان مردم حساس شدن به این خشونت و ظلمی که برای دولت ها چی؟ ما شاهد بودیم در رسانه ها برار پوشش داده شد تا یه حدی، اما در بین متحدان همیشگی که در مجامع عمومی، مجامع بین المللی به جمهوری اسلامی رأی میدادن، شما تغییری میبینید؟ خیلی خیلی زیاد. یعنی اصلا ما اصولا کشورهای در حال توسعه یا رأی نمیدن یا رأی منفی میدن یا تعداد خیلی کمیشون رأی مثبت میدن به این قطعنامه ها. به هر حال اکثریت نیستن، در حالی که برای این کمیته تحقیق اکثریت کشورهایی که رأی دادن مال کشورهای در حال توسعه بودن. ببخشید یه لحظه، معذرت
میخوام اون ایمیلی که میشه با کمیته حقیقت یاب تماس گرفت رو همین الان همکارانم هم این زیر گذاشتم. من خواهش میکنم اگه ممکنه چند دقیقه اینو نگه دارید لطفا، دوباره بیاد بذارید این رو که کسانی که دارن به این برنامه گوش میکنن ببینن اگر امکانش هست. خواهش میکنم بفرمایید شما. بله، یعنی تعداد اونها هم برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن خیلی زیاد بود و غیر منتظره بود، هم برای کمیسیون تحقیق تعدادشون بیشتر از کشورهای غربی بود و این سابقه نداشته و ما در صحبتهایی که با اینا میکردیم کاملا پیدا بود که این اطلاعاتی که ما داریم بله. از وقایع روی اینا چه تأثیری داره و واقعیتش هم اینه که هیچ کس هیچ کجای دنیا با هر فرهنگی هر مذهبی نمیفهمه که چرا یک عده جوون باید کشته بشن به خاطر چند تار مو یا به هر دلیل دیگه. میدونین یعنی این وقایعی که در ایران اتفاق افتاد جلوی دوربین ها هیچ جوری قابل توجیه نیست. بسیار خوب، فقط یک بار دیگه برای بینندگان بله اگر ممکنه به توجه بفرمایید، این یک ایمیل دیگه است برای ارسال مدارک یا تماس گرفتن با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد که این راه تماس است. یک آدرس دیگه هم داشت که حالا اون رو هم اگر همکارانم هم بتونن در طی مدت تماس نمایش بدن ممنون میشم. خانم بحرینی، به نظر شما چه چیزی میتونه کفه ترازو رو به نفع مردم ایران سنگین تر بکنه؟ نقش دیاسپورا و ایرانی های خارج از کشور چقدر تفاوت کرده الان به نسبت زمانی که کمتر از ایران ممکن بود شنیده بشه؟ میدونیم که جامعه ایرانی خارج از کشور خیلی تلاش کرده، گرد همایی های بسیار واقعا قابل توجهی رو ترتیب داده، تونسته افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه، اما در این وضعیت که ما هنوز شاهد هستیم که کسانی در زندان هستن، کسانی هستن که حتی تیر خوردن، زخمی شدن، چشماشون رو از دست دادن اما هنوز درمانشون تکمیل نشده، اونها در داخل ایران هستن، صداشون کی میتونه باشه در بیرون؟ این فعالیت‌های خیابانی که انجام میدن چطوری میتونه موثرتر بشه؟ چطوری میتونه نهادهای بین‌المللی از جمله همین سازمان ملل رو با خودش همراه بکنه؟ خب موضوعاتی که مطرح کردین بسیار متعدد هستن و واقعا هر کدوم از اونها یک دنیا کاره و تمام گروه هایی که خارج کشور هستند و به انواع مختلف دسترسی به منابع مالی، دانش تخصصی در حوزه پزشکی یا در حوزه حقوقی یا در حوزه رایزنی های سیاسی دارن میتونن کمک بکنن که صدای داغ دیدگان، آسیب دیدگان و معترضان بازتاب پیدا بکنه و از کانال های تخصصی و درست خودش پیگیری بشه. من به طور مشخص چون حوزه کارم به هر حال حقوق بشر، حقوق بین الملل و دادخواهیه، میخوام روی این بخش دست بگذارم. بسیاری صحبت میکنن از این که خب اطلاعات که خیلی زیاد موجوده، اخبار که هر روز هست و این ما اونقدر در این موج پرشتاب اخبار و روایت ها هستیم در شبکه‌های اجتماعی که گاهی ارزش کار مستندسازی تخصصی کمتر فهمیده میشه، اما باید به یاد داشته باشیم که بحث خبر یک بحثه و بحث مستندسازی برای این که ما بتونیم این عاملان و عامران رو در آینده در دادگاه‌های منصفانه محاکمه بکنیم یک بحث دیگه است. مثلا برای تک تک این عاملان و عامرانی که گاهی اسامیشون در رسانه ها آورده میشه، اگر شما تلاش بکنید که اطلاعات دقیق تری به دست بیارین که قابل استناد باشه، حتی برای یک پیگیری اولیه گاهی اوقات بسیار دشواره. بنابراین یک کاری که همه میتونن به طور متداوم تر انجام بدن اینه که تلاش بکنیم این اطلاعات رو به طور سیستماتیک تر جمع آوری و ذخیره بکنیم. یعنی چی سیستماتیک تر؟ ببخشید، سیستماتیک‌تر یعنی این که تمام هم نهادهای حقوق بشری، هم کسانی که در واقع دارای این اطلاعات هستن با نهادهای حقوق بشری تماس بگیرن و این مصاحبه‌های عمیق رو ما الان این کاری که داریم می‌کنیم، یعنی داریم تلاش می‌کنیم از طریق صحبت با شاهدان. فقط به من بگید مثلا فرض کنیم که چه می‌دونم، من دارم در یک محله در یک شهرستانی دارم زندگی می‌کنم، میدونم که یک مامور نیروی انتظامی تو سر کوچه ما مثلا در حده تظاهرات شلیک کرده، میخوام تماس بگیرم و به کمیته حقیقتیا بگم که من شاهد جنایت این آدم بودم و این آدم میشناسم، راز و کارش چیه؟ چه کار باید بکنم؟ الان برای عفو بین الملل که همون شماره تلفنی که ما همیشه اعلام کردیم، یعنی اگر تماس بگیرن من حتما تو دور بعدی میخونم که الان وقت برنامه رو نگیرم شماره رو،
اگر با ما تماس بگیرن یا در اینستاگرام عفو بین الملل برای ما پیام بدن، ما مصاحبه عمیق انجام میدیم، مصاحبه ای که هویت منبع هم کاملا محفوظ میمونه، ولی ما تلاش میکنیم همه اون سوالایی که باید به صورت کار تخصصی پرسیده بشه رو بپرسیم، اسناد و مدارک رو جمع آوری کنیم و رابطمون رو هم با اون منبع اگر مایل باشه حفظ بکنیم. کمیته حقیقت یابم به محض اینکه فراتر از این ایمیلی که شما اعلام کردین کار الان هم همین پایین صفحه داریم میبینید، ما حتما ما همین الان هم از شاهدان و معترضان و خانوادهایی که باشون در تماس هستیم میپرسیم که آیا مایل هستیم که با کمیته مستقیم صحبت کنید، یا آیا ما اجازه داریم که روایت شما را که به صورت کتبی یا صوتی حفظ کردیم در اختیار اونها قرار بدیم. یعنی راه‌های مختلفی هست که این اطلاعات ذخیره بشه و در اختیار اونها قرار داده بشه. در مورد کسایی هم که آسیب دیدن فقط یه نکته اضافه کنم، مستقیم به کار ما برنمیگرده، ولی تعداد کسانی که نیاز به کمک درمانی و نیاز به مشاوره برای ترامای شکنجه دارن بسیار زیادن و همه ایرانیان خارج کشور که دسترسی دارن به سیستم‌های مشاوره و پزشکی اگر در اون حوزه‌ها فعالیت می‌کنن میتونن به راه‌های فکر بکنن که کمک بیشتری به، یعنی در واقع پیشنهاد میکنین که جامعه بیرون از کشور بتونه کمک بکنه به درمان تراما در مشاوره برای شکنجه شدگان، به خصوص کسانی که خشونت جنسی دیدن فوق‌العاده ضروریه. ابعاد خشونت جنسی در این دوره اعتراضات بی سابقه بوده و بسیاری الان در سکوت هستن و در واقع حتی با خانواده هاشون هم نمیتونن شکنجه‌ای که دیدن و تجاوزی که دیدن رو در میون بذارن و تنها هستن و این بسیار. ممنونم از پیشنهادتون. همینجا من هم درخواست میکنم اگر که گروهایی هستن، متخصصانی هستن که در زمینه‌هایی که بحرینی اشاره کردن صاحب نظر هستن و مایلن که در این زمینه کار بکنن، در ایران اینترنشنال ما هم میتونیم کمک بکنیم به اینکه اطلاع رسانی بشه که گروه های مختلف بتونن دسترسی داشته باشن، به خصوص که خیلی از اونهایی که دچار این آسیب ها شدند خیلی کم سن و سال هستند، جوانان و نوجوانان هستند. تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه داریم، اگر اجازه بفرمایید من یه سوال هم از آقای امیر مقدم داشته باشم. شما فکر میکنید چیکار میشه کرد که هزینه تعامل با جمهوری اسلامی رو برای دولت‌ها بیشتر کرد؟ سازوکارها، کارهایی که حقوق بشری ها باید بکنن، مردم بکنن رو گفتیم، اونها رو چطور میشه به سخت کرد براشون که بخوان پشت سر برن با جمهوری اسلامی مذاکره کنن؟ ببینید، باید به خاطر داشته باشیم که کلن حقوق بشر از اولویت بالایی برخوردار نیست در سیاست بین‌المللی. همیشه مسائل اقتصادی، مسئله امنیت همیشه بالاتر بوده. ولی این دفعه ما دیدیم که کشورهای جهان، نه تنها فقط کشورهای غربی بلکه کشورهای آفریقایی، آسیایی، اینها رأی دادند برای یک گام عملی. دلیلش هم من فکر میکنم تا حد زیادی افکار عمومی کشورهای خودشون بود. اون تلاشی رو شما سوال کردین در مورد اینکه ایرانیای خارج کشور چه کار میتونن بکنن، این کار خیلی مهمیه. اگه در همون شهر و همون کشوری که هستند بتونن مسئله اتفاقی که داره تو ایران میفته رو بیارن بذارن روی در واقع میز روزنامه‌ها، رسانه‌های، چجوری این کارو بکنن؟ یعنی مثلا من به طور مثال در مورد آقای بهشتی میگم، 40 روز اونجا نشسته جلوی وزارت خارجه، ولی تعداد مقالاتی که در روزا ما میبینیم واقعا به اندازه کاری که داره میکنه نیست دیگه. ببینید، حالا باید هر کشوری باید خودشون ببینن که مثلا یه خورده ابتکار عمل به خرج بدن، چون که برای رسانه ها مسئله خبر مهمه و روایت ها. من فکر کنم روایت افراد، این که بگیم انسان هستند، این میتونه خیلی تاثیر گذاره. ممنونم خانم مرو، من خیلی کوتاه بفرمایید. فکر میکنم که کار جمعی خیلی اهمیت داره اینجا، یعنی که گروه ها، افراد باید با هم از طریق مدارس، دانشگاه ها، کنفرانس ها، میدونین چی میگم، یعنی جاهای مختلف، ولی کار جمعی، کار تکی تأثیرش به اندازه کار جمعی نیست. هر چقدر هم که شجاعانه باشه باید که ابتکار به خرج بدن و سعی کنن مردم عادی رو تحریک کنن. خیلی متشکرم. این شماره تماس خانم بحرینی، شماره تماس عفو بین الملله 2344. من از همکارانتون خواهش کردم که نشونش بدن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. همه کسایی که با ما تماس میگیرن محفوظ میمونه و جای اون. ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید.
و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکنم.